بررسی رویدادهای هفته برنامه از بیژن افتخاری تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر برمقانی از رادیو تلویزیون مانی بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی درود بر شما ویژن افتخاری هستم یکی دیگر از برنامه‌های بررسی رویدادهای هفته رو تقدیم حضورتون میکنم امروز چهارشنبه دهم شهری بر ماه سال 1400 برابر است با اول سپتامبر سال 2021 دوستان گرامی دو هفته پیش مهمان عزیزی داشتم آقای دکتر علی جوادی که در اون برنامه با هم راجع به دنیای آرمانی یک کمونیست ایرانی صحبت کرد و ایشون نقطه نظراتی رو فرمودن و اکسالعمل های متعددی بود من کمتر جنبه تشویقی دیدم متاسفانه بیشتر جنبه ایرادگیری بود و یک نکته مشترک بود بین همه دوستان و اون این که آقای جوادی دارن از ایده ها و آرزوهاشون صحبت میکنن و خب خیلی خوب هر کسی بیاد میتونه از خیالات خودش صحبت کنه بنابراین من فکر میکنم بهترین موقع است که از آقای جوادی بخوام که تش بیارن و توضیح بدن که این جامعه آرمانی مورد نظر خودشون رو چگونه میخوان اجرایی بکنن و این توضیح هم بدن دوستان که من باز هم دعوت میکنم از سایر گروه ها و اشخاصی که میدونن چی میگن ببینید من داشتم کسانی که دعوت به من چیز کردن که آقا اون که آوردی که فایده نداره من من بیام برات توضیح بدم کیف بکنی این از همون شروعش نشون میده که طرف مایه هایی نداره اونهایی که واقعا چیزی میدونن هرگز اینطوری برخورد نمیکنن که آقا اون نمیدونه من میدونم شما حرف خودتو بزن عزیز بنابراین کسانی که واقعا میدونن چی میخوام بگن من دعوت میکنم تشریف بیارن جامعه آلمانی خودشون رو توضیح بدن از هر نحله فکری که هستن من از سازمان مجاهدین دعوت کردم از هایی که میشناختم پاسخی نگرفتم در بین سلطنت طلب ها هم هنوز داوطلبی رو ندیدم که بخواد بگه آقا من میدونم بیام توضیح بدم جامعه آرمانی ما در زمانی که پادشاهی باشه چه, چه چگونه خواهد بود و ما چگونه به اون خواهیم رسید از سایر نحله های فکری هم دعوت میکنم که مثل آیه دکتر جوادی این شجاعت رو داشته باشن که بیان از نقد نه و صحبتاشون رو بکنن خب از فهمید که از ادب کنم خدمت آقای دکتر جوادی گرامی آقای دکتر خیلی خوش آمدید و خوشحالم که برنامه ما ادامه پیدا کرد به خصوص که میدونید که انتقاداتی از فرمایشات شما شد بنابراین این تریبون هست که در این مورد با هم صحبت بکنیم همطور که خودتونم هم ملاحظه کردید و در موارد هم پاسخ دادید جامعه آرمانی شما رو ای به عنوان خواب و خیال و توهم مطرح کردن و دلیلشون هم این بوده که آقا یه مورد شما به ما نشون بده این حرفایی که شما میزنید از 150 سال پیش یه ادده زدن متفکرین مختلف و حتی توانستن یک کشور عظیم به نام روسیه رو با این شرایط پیش ببرن ولی آخر آقابتش دیدیم که چه فجایی از توش درآمد و آخرم هم شد اصلا. یا در چین شخص دیگری پیرو و افکار مارکس آمد اقدامات دیگه ای کرد و اونجا هم با فاجعه روبرو شد و در نهایت امروز میبینیم که تبدیل به یک سیستم سرمایداری و کپیتالیستی شده نتیجتا من خواهشم از شما این هستش که امروز بفرمایید که چگونه میخواهید در ایران و با شرایط موجود یعنی اون چیزی که در جاه ایران وجود داره اون افکار مذهبی که نظام 43 سال سر, سر کرده در کله مردم بکنه با سطح سواد سیاسی با احیانا خیانت که بعضی از گروه های چپ مثل حزب توده و اکثریت به خواستای مردم کردن و رفتن زیر علم خمینی سینه زدن و هنوزم متاسفانه دارن به یه شکل این رو ادامه میدن با یه همچین وضعیتی شما چگونه میخواهید که افکار خودتون رو به مرحله اجرا بگذارید ما هیچ محدودیتی برای زمان صحبت شما نداریم بنابراین فرمایشاتون رو به راحتی خواهش می‌کنم متشکرم آقای از اینکه دعوت کردین و این وقت رو در اختیار من قرار دادین تشکر میکنم لطف داریم من قبل از اینکه بخوام به مضمون صحبت ها اشاره بکنم میخواستم این نکته رو بگم انسان هایی که آرزو ندارن آرزوهای بزرگ ندارن رویا ندارن رویاهایی برای بهبود زندگی انسان ها ندارن نمیتونن عامل ایجاد تغییری در زندگی بشر معاصر باشن نمیتونن بشر معاصر رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به اصطلاح سوق بدن نتیجتا کسانی که از زاویه اینکه انتقاد میکنن به کمونیسم کارگری و نقطه نظراتی رو که من و یا ما مطرح میکنیم که اینا آرزو هست اینا رویاست میخوام بگم رویاست آرزوه دقیقا آرزوه ولی ممکنه ضروریه مطلوبه و اونی که آرزو نداره نتیجتا به همین وضعیت از نقطه نظر ما بعضا دهشتناک موجود که سهم اکثریت عظیم جامعه بشری بعضا فقر و فلاکت، بعضا محرومیت، نابرابری عظیم اجتماعی، استبداد سیاسی و غیره هستش به این اعتبار میخوام از آرزو دفاع کنم، میخوام از رویا دفاع کنم اما کدوم رویا؟ نه رویای تخیلی نه رویای پوچ بلکه رویای و آرزویی که بر مبنای روند تحولات سیاسی موجود در جامعه دیگه به یه ضرورت تبدیل شده به یک نیاز عاجل در جامعه بشری تبدیل شده دوست دارم از جان لنون استفاده بکنم در آهنگ تصور کن یا ایمجین که میگه شاید این چیزایی که من میگم رویا باشه ولی ما کم نیستیم انسانهای بسیاری هستند که در این رویا شریکن در این آرزوها شریکن اما اجازه بدید خلاصه بگم اگر از من یقم رو بگیرن بگن آقا جان شما چی میگی؟ حرف حساب چیه خلاصه حرف حساب چیه داستان به اصطلاح کمونیزمی که مطرح میکنی و بهش میگی کمونیزم کارگری کمونیزم مارکس کمونیزم معاصر چیه در چند جمله کوتاه میتونم بگم مسئله بر سر آزادی انسان چه آزادی سیاسی چه آزادی اجتماعی مسئله بر سر رهایی انسان از قید و بندهایی هستش که نظام سیاسی طبقاتی معاصر بر انسانها تحمیل کرده مسئله بر سر برابری انسانها نه صرفا ان برابری حقوقی علاوه بر این برابری اجتماعی که بتونن نیازهای زندگی خودشون رو برطرف کنند و در این حال بتونن به جامعه برای رفع نیازمندی های همگان به میزان توانشون به میزان استعدادشون یاری برسونن من یه جامعه رو دوست دارم که انسان آزاد باشن برابر باشن مرفه باشن شاید این کلمات کلیدی بیان موجز و فشردهی باشه از اینکه اون جامعه رو که من مد نظر دارم چی هست ولی شاید انتقاد بشه که خیلی میگن آزادی خیلی میگن برابری خیلی میگن رفاه تبیین مشخص و به اصطلاح ریز کردن یا کنکرت کردن این اجزاء کلی رو که مطرح کردین چی هست میتونم چند کلمه راجع بهشون بگم از نقطه هم از نظر من آزادی سیاسی قید و شرط نداره هر کس باید آزاد باشه هر نقطه نظری چه راست چه چپ چه عقب مانده چه پیشرو چه ارتجایی چه خرافی چه انسانی بتونه نقطه نظراتش رو مطرح کنه این شرط اول به اصطلاح جامعه هستش که براش تلاش میکنیم آزادی سیاسی قید و شرط نداره هیچ تبوی نباید داشته باشیم هیچ محدودیتی برای نقد نقطه نظرات هیچ اهدی هیچ مقامی هیچ دستگاهی هیچ سنتی وجود نداشته باشه یعنی اگه من آتئیست منی که ضد مذهب هستم باید بتونم تمامی مقدسات مذهبی در جامعه رو نقد کنم بدون اینکه با فتوای ای آخون مواجه بشم که فردا حکم به اصطلاح قتلمو بده و یا به خونم خونمو مباه بشموره و برعکس هر کسی که منتقد منه باید بتونه آزادانه تمام نقطه نظرات منو به سخره بکشه نقد بکنه و به اصطلاح از نقطه نظرات خودش دفاع بکنه ما جامعه رو میخواییم که درش به این اعتبار اثری از زندانی سیاسی نباشه افرادی که دارای عقیده و نظر هستن باید مثل من و شما بیان بشینن توی تلویزیون، توی رادیو، توی نشریات با همدیگه جر رو بس کنن، بحث کنن، بگن، بشنون و به اصطلاح نقد بشن، نقد بکنن، جدل بکنن، تند بشن، آروم باشن، ولی جدل بکنن. نتیجتا جاشون تو زندان نیست، جاشون توی همچه رسانه هاییه که به اصطلاح صورت میگیره. ما جامعهی میخوایم که انسانی باشه و در درجه اول هیچ کس به خاطر هیچ جرمی اعدام نشه. نفس زندگیش ازش سلب نشه. اعدام از نقطه نظر ما یک قتل عمد دولتیه. و از طرف دیگه وقتی که از آزادی صحبت میکنیم از برابری انسانها صحبت میکنیم. ما یه جامعه داریم که نابرابره. این نابرابری رو در اشکال مختلف میتونیم ببینیم امروز زن و مرد تو جامعه ایران نابرابرن زن نیمی از مرد در قانون جمهوری اسلامی تصور میشه توی ارکان جامعه اینطوری نیست توی فابریک جامعه اینطوری نیست زن انسانه انسانه به همون اندازه ای که تلاش میکنه در سوخت و ساز فابریک جامعه وجود داره و نتونستن انکارش بکنن ولی قانون جمهوری اسلامی چنین به اصطلاح وضعیت ناهنجاری رو برای زن تعریف کرده پس زن و مرد باید برابر باشن در تمامی شعون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ما جامعه میخوایم که این برابری صرفا حقوقی نباشه نه بخیر به این خاطر که تبعیض اعلام اعمال بشه بلکه به این خاطر که در برخورداری از مواهب زندگی همگان به میزان نیازشون بتونن بهرمند بشن امکان داره نیاز شما برای رفع به اصطلاح معاشتون متفاوت از من باشه شاید من بخوام 1100 کالری مصرف کنم که وزنم رو کم کنم شاید یکی دیگه بخواد 1800 کالری مصرف بکنه که بخونه مثلا وزن خودش رو حفظ بکنه نتیجتا نیازهای متفاوت وجود داره و این نیازهای متفاوت بعد انسان ها بتونن آگاهانه از کاری که انجام شده و حاصل تلاش همگان بوده بهرمند به باشن ما جامعه میخوایم که درش استثمار نباشه و این کلمه کلیدیه استثمار به نظر ما ریشه مسائب اقتصادی نابرابری سیاسی توی جامعه هستش شما اگه استثمار میکنید برای اینکه استثمار رو حفظ بکنید منظورم شما این نوعی نیست البته نتیجتا لازم دارید سیستمی که بتونه این مناسبات اقتصادی رو حفظ بکنه و بر گرده کارگر بر گرده زحمتکشان جامعه موز بگیران تحمیل بکنه و حافظش باشه نتیجتا احتیاج به دستگاه سرکوب دارید احتیاج به لباس شخصی دارید احتیاج به وزارت اطلاعات دارید چه سازمان امنیتش باشه چه وزارت اطلاعاتش باشه احتیاج به نیروی سرکوبگر دارید احتیاج به زندان دارید ولی اگر جامعه داشته باشید که هیچ کدوم از این مناسبات اقتصادی نباشه همگان تولید کنن همگان مصرف کنن نتیجتا نیازی به دستگاه سرکوب به شکاف طبقاتی در جامعه نخواهد به این اعتبار ما برای رفاه جامعه برای برابری جامعه برای آزادی جامعه تلاش میکنیم در سطح سیاسی هم ما فکر میکنیم جامعه که بخواد مشروعیت خودش را از الهیات بگیره جامعه انسانی نیست ای که بخواد مشروعیت خودش رو بر مبنای خون اشرافیت یا خون رنگین در یک خانواده بگیره جامعه انسانی نیست ما انسانی همگان برابریم رنگ خون هممون یک رنگ مستقل از اینکه امکان داره رنگ پوستمون متفاوت باشه رنگ خونمون همه سرخه و نتیجتا به این اعتبار نیازهای برابر نیازهای معینی داریم من خلاصه بکنم این بحثا جامعه ایدئال من فکر میکنم جامعه استش که همگان آزادن برابرن مرفهن و تلاش برای خلاقیت بیشتر رشد بیشتر و غیره به نظرم یک رکن اساسی این جامعه باید باشه این جامعه به نظرم رویا نیست امروز ما با تلاشای زیادی مواجه هستیم تلاشایی که حداقل خواستن شکافهای طبقاتی رو کمتر بکنن به نظر ما باید از بین برد هرچند که با کمتر کردنش هم در عین حال که موافقیم در عین حال م... ب... اطمینان داریم که باید از بین برده بشه نتیجتا یک چنین جامعه ای مورد نظر ما هست شاید بگن شکست خوردید میپذیرم در دوره در طول تاریخ شکست خوردید مثلا در انقلاب اکتبر بعد از اینکه لنین ترور شد عملا دوران استالین به دوران یک سرمایه‌داری دولتی مبدل شد که چیزی جو سرمایداری دولتی نبود که به پیشرفت زیادی هم منتج شد یا در چین یه سرمایداری دولتی داریم که به پیشرفت های صنعتی منتج شد اما وضع کارگر وضع آزادی وضع برابری اون چیزی هست که می‌بینیم و منتقدش هستیم به این اعتبار من فکر می کنم که برای رسیدن به جامعه مورد نظرمون حلقه اصلی و اولی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستش جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد دگرنه به هیچ کدوم از این خواستا ما دست پیدا نمی کنیم باید یک جامعه سکولار که مبتنی از جدایی دین از دولت هست در اون جامعه مستقر باشه یه جامعه مستقر باشه که ارکان اداریش بر مبنای شوراهای مردم در تمامی سطوح باشه و این نمایندگان شوراها باشن که در بالاترین سطح حکومت رو تشکیل میدن حکومت بالاسر نداشته باشیم ارگانهای بالاسر نداشته باشیم و این به نظرم ممکنه نه تنها ممکنه مطلوبه نه تنها مطلوبه به یک امر ضروری و حیاتی جامعه در شرایط کنونی تبدیل شده میدونم شاید زیاد صحبت کردم خواستم چارچوب اولیه ای از بحثم ارائه بدم. خیلی متشکرم به دکتر جوادی گرامی و این جامعه که ترسیم کردید بسیار خوبه همطور که فرمودید انسان ها اگر آرزو نداشته باشن هرگز موفق به پیشرفت نخواهند شد آرزو هاست که یواش یواش سعی میکنن جنبه عملی به خودش بگیره و باعث پیشرفت بشر خواهد بود من کاملا با این فرمایش شما موافقم خب ما چارچوب ها رو شناختیم پس شما جامعه ای رو میخواید که در اون آزادی انسان ها به حد اکثر ممکن وجود داشته باشه البته میدونید که آزادی تا وقتی خوبه که شما جلوی آزادی دیگران و حقوق دیگران رو نگیرید بنابراین محدودیت حتما وجود داره ولی سعی میشه که به حد اکثرش برسه این آزادی ها جامعه رو میخواد که در اون استثمار نباشه و البته توضیح خواهید داد که منظورتون از استثمار کارگران و زحمت کشان چی هستش و جامعه رو میخواد که در اون انسان ها به حد نیازشون بتونن نیازهای خودشون رو برطرف کنن فقط بعدا میتونید همون خواستید به این سوال من پاسخ بدید که تشخیص حد نیاز انسان ها با کیز با خودشونه یا یه دستگاهی سازمانی جایی این حد رو براشون تعیین میکنه و اگر این باشه آیا با آزادی های انسانی مقایر هست یا نیست این رو هر موقع خواستید پاسخ ما جامعه مورد نظر شما رو برای ما ترسیم کردیم حالا اگر ممکنه بفهمید که خب این چجوری به خودش جنبه اجرایی میگیره یعنی شما تصور بکنید که به هر دلیلی یعنی الان به شما گفتن که جامعه ایران رو شما میخواید به کجا برسونید با شرایط فعلی ببینید ما نمیخوایم توی خلع صحبت کنیم که خب بعد ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم هر کدوم از اینا میدونید مسئله خودشو داره خودتون اشاره کردید شیطان در جزئیات هست اگه کلی صحبت کردن باشه که شما با یه طرفدار سلطنت نه پادشاهی مشروطه هم صحبت کنید براتون آرزوهاشو میگه و بعدم میگه این کارو میکنیم اون کارو میکنیم با شرایط موجود به ما بفهمید که چجوری جوری یه همچین جامعه ای رو عملی بکنید بفهمید خواهش نظر سوال خیلی خوبی هستش اجازه بدید من به چند تا مسئله بپردازم پیش از اینکه به سوال کلی شما پاسخ بدم ببینید وقتی که از آزادی های سیاسی صحبت میشه معمولا این فرمول بندی در مقابل قرار میگیره که همون که اشاره کردید مشروط بر اینکه آزادی دیگران رو محدود نکنه ببینید اینجا من از دارم یک خلط مبحثی هست قصد توهین یا جسارتی ندارم به هیچ وجه دارم بحث فلسفی رو تو این چارچوب مطرح میکنم خلط مبحثی صورت میگیره زمانی که ما از آزادی های سیاسی داریم صحبت میکنیم از آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی اعتصاب، آزادی اعتراض در جامعه داریم صحبت میکنیم از آزادی تشکل داریم صحبت میکنیم از آزادی تعرض من به شما صحبت نمیکنیم یا از آزادی بر رفتن یکی رو گرفتن بهش تهمت زدن اتهام زدن ضرب و شتمش کردن صحبت نمی کنی. نتیجتا آزادی بیان به مسابق کلام به مسابق نوشتار به مسابق تصویر به هیچ وجه نمیتونه آزادی کسی دیگه ای رو محدود بکنه شاید بهش بر بخوره زمانی که من میام مثلا اسلام رو نقد بکنم یا مقدسات برفرض خرافی رو نقد بکنم یا عقب موندگی فرهنگی رو نقد بکنم براش خوشایند نباشه ولی باید تحمل بکنه منم باید تحمل بکنم که ایشون بیاد نقطه نظرات منو با هر شدت و قلزتی که میخواد نقد بکنه بدونه که دست به چاقو ببره بدونه که دست به اسید ببره بدونه که دست بخواد به زندان ببره نتیجتا بحث بر سر آزادی بیان آزادی نوشتار آزادی گفتار آزادی تصویری آزادی ابراز وجود هنری موسیقی و این کلیات هست و هیچ کدوم از این عرصه ها که اگه من تماما درش آزاد باشم آزادی شما رو نقد نمیکنه شما هم آزادید تمام این ارکان ابراز وجود رو استفاده بکنید اما اگر به حوزه قضایی برسه من بخوام تعرض فیزیکی بکنم به شما اگر بخوام حتی حرمت بکنم اگر بخوام افترا بزنم شما دست منو میبرید میگی آقا جان این مسئله افتراس جرم حرمت انسانی یکی رو بر فرض خدشدار کرده و بعد براتب طبق قانون جامعه بر حال هر گونه تنبیهی مجازاتی هست در مترتب بشه اینجا اون مسئله کاملا متفاوتی هستش حتی مثلا در قانون اساسی آمریکا آزادی بدون قید و شرط قید شده و این کاملا روشن است این یه بحث قضیه یکی شما مطرح کردید و سوال بسیار عالی هست که تشخیص مبنای تشخیص نیاز انسان ها چیه این چارچوب کلی که گفته من نیست گفته مارکس هست در مانیفست کمونیست هم گفته شده که از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش به نظر من اتفاقا عامل تشخیص اینجا خود فرده و نه هیچ نیروی دیگری بیرون از فرد من در حد نهایت باید تعیین بکنم که چقدر نیاز مادی دارم چقدر به پوشاک احتیاج دارم چقدر به بهداشت احتیاج دارم چه عملی رو باید انجام بدم تو این سن که به حال بلایای متفاوتی سراغ آدم میاد و قدرت تشخیصش باید با من باشه مت... 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 بگم حتما با تشخیص کارشناسانی که اگر به مسئله پزشکی برگرد قدرت تشخیص با منه و من باید بگم در عین حال چقدر توانم هست برای رفع نیازهای جامعه این به نظرم یکی از ویژگی های یه جامعه هستش که بالا سر نداره خود فرد خود انسان آزاد خود انسان رها شده داره میگه من اینقدر قابلیت دارم اینقدر نیاز دارم نیازهای جامعه رو اینقدر به من داده بشه برای من و اینقدر من میتونم مصرف بکنم یا تولید بکنم در عرصه های مختلف حالا چه تولید فکری باشه فرهنگی باشه هنری باشه اقتصادی باشه هر چیزی و به نظرم جامعه ای که به این اعتبار متشکل شده اگر بیاد نیازهای خودش رو با توجه به قدرت انفرماتیک موجود در جامعه اعلام بکنه بگه ما انقدر برفرض دارو میخواییم انقدر واکسن میخواییم انقدر کفش میخواییم انقدر لباس میخواییم انقدر م... مواد غذایی میخواییم و غیره و تولید کنندگان میرن برای تولیدش تلاش میکنن و هر کسی تعیین میکنه که چقدر صورت میگیره این اون جامعه هستش که خودش سازمان یافته به مسابه یک تعاونی بزرگ یک تعاونی همبستگی بزرگ که نیازمندی های خودش رو رفت بکنه ما گوشه های از این مسئله رو دیدیم ولی به اقتصاد به این بر اعتبار بر نگشته. و وقتی هم که میگیم اثری از استثمار نباشه یعنی اینکه کسی مجبور نباشه نیروی کار خودشو که متاسفانه در جامعه سرمایداری به کالا تبدیل شده شما نیروی کارتون رو میره تو بازار ارزه میکنید اگر متقاضی براش وجود داشته باشه این نیروی کار خریداری میشه طی یک پروسه چانهزنی یک پروسه کشمکش سیاسی مزد نیروی کار تعیین میشه و فرقش اینجاست که اتفاقا شما اول کار میکنید بعدا مزد میگیرید ولی اگه شما اجاره خونه اجاره کنید اول اجاره رو میدید بعدا استفاده میکنید یا هر قلم دیگه ای از کالای موجود در جامعه جامعه ای که هدفش رفع نیازهای همگان باشه دیگه استثمار مسئلهش نیست سود انباشت سرمایدار مسئلهش نیست فقیر و غنی در جامعه وجود نداره یه درصدی ها و 99 درصدی ها وجود نداره کارگر و سرمایدار به این اعتبار وجود نداره همگان انسانن و هر کی اعتبارش به میزان خلاقیتش به میزان قابلیتش تو چشم جامعه تعیین میشه و به اصطلاح نگاه میشه و احترام میتونه ایجاد بکنه کسی که میتونه کاشف مقابله با به اصطلاح نوع دلتا یا لمدای کرونا باشه احترام بیشتری تو جامعه پیدا میکنه اما نیازش فرق نمیکنه نیازش همون نیازی که از به مسابقه یک انسان داشته باشه باید. اما سوالی که شما مطرح کردید و سوال کلیدی هستش سوال یک میلیون دلاری یا 60 میلیون دلاری چگونه به گام اولش اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه در این تردیدی نیست سرنگونی جمهوری اسلامی اما سرنگونی جمهوری اسلامی با چه پرچمی با چه سیاستی ببینید ده ده ما افغانستان رو داریم افغانستان طالبان که یک نیروی تماما ارتجایی ضد انسانی هست در یک بندوبست با آمریکا قدرت رو در دست گرفتن یعنی اومدن قدرت رو گرفتن ما همچین نمونه هایی نمیخوایم نمیخوایم به عقب برگردیم نمیخوایم به گذشته برگردیم میخوایم یه طرح نوینی بریزیم میخوایم یه جامعه نوینی داشته باشیم و تلاش وسیعی انجام بدیم به این اعتبار پرچمی که باید به نظر من در رأس اعتراضات جامعه قرار بگیره باید متکی بر این باشه که آزادی باشه برابری باشه رفاه باشه و از اونجایی که معمولا اعتراضات نه جنبه اثباتیش یا ایجابیشون مطرح میشه بلکه بیشتر جنبه سلبیشون مطرح میشه چون به وضع موجود دارن اعتراض میکنن دارن اعتراض میکنن که به چی معترض هستن نتیجتا وقتی که اعتراض خودشون رو مطرح میکنن به عدم آزادی، به عدم برابری، به عدم رفاه، به،, به استثمار در جامعه و غیره هست. یعنی این مسئله آزادی، برابری، رفاه و به اصطلاح سکولاریزم یا هر چیز دیگه ای خودش رو در اشکال سلبی قضیه به مسابه پرچم اعتراضی مطرح میکنه نه به استثمار نه به نابرابری زن و مرد نه به استبداد نه به بی حقوقی نه به فقر نه به فلاکت نه به جنگ نه به کشدار مردم توسط کرونا که عاملش رژیم جمهوری اسلامی باشه به این اعتبار این پرچم تعیین کننده است و ما فکر میکنیم که این مسئله تعیین و تکلیف این مسئله در جامعه گره خورده به اینکه مردم انتخاب بکنن جامعه ایران امروزه با گرایشات سیاسی متفاوتی مواجه است. ما چپ داریم راست داریم من اولین کسی خواهم بود یا آخرین هم نخواهم بود که اعتراف بکنم که چپ جامعه قدرتمنده راست جامعه هم قدرتمنده و آینده جامعه برمیگرده به اینکه مردم توده مردم کارگران، جوانان، زنان آزادیخواه و براتری طلب چه آلترناتیو سیاسی رو انتخاب میکنن در شکل سلبی خودش نتیجتا اون پروژه ها، اون سیاست ها میاد جلو چنانچه ما بتونیم قابلیت خودمون رو به مردم نشون بدیم بتونیم نشون بدیم که ما قادر هستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم قادر هستیم حکومت فردای پس از جمهوری اسلامی رو شکل بدیم و بتونیم این حکومت رو پایدار نگه داریم مردم اعتماد به این پروسه رو بالا خواهند برد نتیجتا این پروسه بخشی از ابراز وجود ماست ما رو باید ببینن، ما رو باید بشناسن، ما رو باید ظرفیت رو ببینن، قابلیت رو ببینن، اعتراضاتی رو ببینن که در راستش قرار گرفتیم، مبارزاتی رو ببینن که تونستیم به پیش ببریم، غیره و غیره تا بتونن اعتماد بکنن. اعتماد جامعه ایران این بار کورکورانه نخواهد بود، برخلاف پنج و هفت. مردم به شدت با درایت هستند به شدت در این حال مارگزیده هستند و در عین حال با هوشیاری به این پروسه دارن نگاه میکنن و محک میزنن کاملا به نظرم محک میزنن و این از نقطه نظر ما, ما واقعی هستش من فکر میکنم که بسیاری از اقلامی رو که تو به لحاظ سیاسی ما صحبت کردیم ساده است اینکه در فردای روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی من و شما تو میادین ایران به اعلام کنیم زن و مرد برابرند این هزینه ای نمیخواد زن و مرد برابرند انسانند به یک میزان از کلیه مواهب زندگی باید برخوردار باشن جنسیت نمیتونه عاملی برای تبعیض باشه هیچ عاملی نمیتونه عاملی برای تبعیض باشه زن و مرد برابرن اگه بگیم زندانی سیاسی تو اون فردا وجود نخواهد داشت هیچ کسی به خاطر عقیدش زندانی نخواهد اعدام بساتش رو جمع میکنیم بسات اعدام رو جمع میکنیم اعلام میکنیم امکاناتی که جامعه داره و اجازه بدین اینو بگم جامعه ایران جامعه ثروتمندیه مردم فقیرن جامعه ثروتمنده امکانات ثروت جامعه در اختیار اقلیت انگل حاکم استثمارگر اسلامیست قرار گرفته که در راه حفظ حاکمیت و گسترش کثیف اسلام سیاسی داره به پیش برده میشه بگیم به جای بسیج به جای سپاه به جای ارتش به جای نیروهای سرکوبگر به جای ساواما غیره میاییم این امکانات رو در اختیار مردم قرار میده. مساجد رو بکنید بی بیمارستان مساجد رو بکنید کتابخانه مساجد رو بکنید محل آموزش که هیچ بچه کودکی دیگه نره زیر سقف به اصطلاح سقفی که کلاسی که سقف نداشته باشه بخواد درس بخونه برای یه جایی باشه که حداقل امکانات رفاهی براش تامین شده باشه بسیاری از این اقلام به سادگی به نظرم ممکن هست آرایش دادن سیاست حاکمیت به سادگی ممکنه ببینید امروز شوراهای کارگری وجود داره بعضا شوراهای معلمی یا شوراهای بخشای مختلف جامعه وجود داره بازنشستگان ما در صنعت نفت شوراهای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی رو غیره رو دیدیم ما یه الگوی سیاسی سازمانی این تیپی می‌خوایم که جامعه رو اداره کنه اینان که جامعه هن. اینان که به اصطلاح تولید کنندگان ثروت تولید کنندگان رفاه هستند اینا باید حاکم باشن تا حالا یه اقلیتی بوده الان برعکس باید بشه اکثریت عظیم مردم باشن و به همین اعتبار دیگه مردم نه کارگرم نه سرمایدار وقتی که استثمار نباشه یه جامعه به نظرم به این اعتبار به دور از استثمار آری از استثمار شکل میگیره من فکر میکنم که این جامعه همونطوری که اشاره کردم ممکنه مطلوبه برخی از پروسه های اقتصادی این پروژه به نظرم جنبه پیچیده تری به خودش میگیره چگونه میتونیم ما یک کشور سوسیالیستی در بطن جهان سرمایداری معاصر داشته باشیم که یک مشرک کروز به همون نزنن دو اجازه بدن که ما خلاقیت خودمون رو رشد بدیم و امکان بدن که ما بتونیم پروژمون رو به پیش ببریم تا اونجایی که به یک کشور میگره که موشک کروز نزنن از نقطه نظر من حکومت کارگری حکومت سوسیالیستی حکومت شورایی آتی هیچ پروژه‌ای نباید برای صدور انقلاب تو گیومه داشته باشه باید سعی کنه رفاه مردم خودشو رو, خودش رو تأمین کنه آزادی مردم خودشو رو, خودش رو تأمین کنه برابر رفت کنه نیازهای جامعه رو رفت کنه و به این اعتبار پشتیبانان جهانین رو نه در میان دولت ها بلکه در میان افکار عمومی بشریت متمدن بتونه پیدا بکنه و اونها بتونن کمک و حامیش باشن و نتیجتا خونسا بکنن اگر ما دیوار آهنین نداشته باشیم پرده آهنین نداشته باشیم اگر حکومتی آزاد باشه هر کسی از غرب میاد بره اونجا نگاه کنه ببینه زن و مرد و افغانی مهاجر و برفرض هر کسی دیگه که تو اون جامعه زندگی میکنه فقط به حکم اینکه داره راه میره تو اون جامعه میتونه بره رای بده و میتونه بره از مواهبش برخوردار باشه سخته به این جامعه حمله کرد اجزادی من یه نکته رو بگم من دیروز واکسن سوممو زدم به خاطر برخی از ویژگی های فیزیکی به داروخانه رفتم CVS شما حتما میشناسید وارد شدم نوشته بودن واکین اوکی یعنی میتونید قدم بزنید تو رفتم واکسن زدم اومدم بیرون نه ازم پرسیدن چقدر پول داری بیمه چیه شغل چیه مقام چیه احتیاج داشتم یه واکسن به هم زدن اومدم بیدن. آیا ما نمیتونیم تو جامعه بشری این رو نه فقط برای مقابله با فاجعه کرونا بلکه برای رفع نیازمندی های همگان سازمان بدیم به نظرم به سرعت ممکنه به شدت ممکن هستش اما تا اونجایی که به مسئله ابعاد خارجی و سیاست خارجی برمیاد اشاره کردم تا اونجایی که ما بعد بتونیم یه جا کشوری رو بتونیم سوسیالیستی بکنیم در متن جهان سرمایداری پیچیدگی هایی داره من این پیچیدگی رو میپذیرم به نظر من ما میتونیم اقلام مورد مصرف انسان رو از حوزه تولید کالایی خارج بکنیم چطوری؟ مثلا بگیم اتوبوس مجانی مثلا بگیم مدرسه مجانی رایگان برای همه مناسب مدرسه خصوصی نداریم مدرسه پولی نداریم همگان مثلا بگیم بیمه بهداشت برای همگان در سطح یکسان برای همه برخوردار هستش در دانشگاهی که من کار میکنم کارمند ساده و یا تازه استخدام شده همون بیمه پزشکی رو مصرف میکنه که رئیس دانشگاه تا من برفرض استاد دانشگاه و غیره استفاده میکنه هیچ تفاوتی وقتی میریم تو بیمارستان اون دانشگاه بین اون افراد وجود نداره نیاز پزشکیشون برطرف میشه و همگان یکسان هستند. اما به نظرم این پروژه پیچیدگی های اقتصادی داره به این اعتبار که ما باید از قدرت تکنولوژیک برخوردار باشیم نمیشه تو جهان معاصر یک کشوری داشت بگیم ما تا از تکنولوژی استفاده نمی کنیم و میخوایم مردم رو سعادت من کنیم نه اون پروژه ها عقب مونده ارتجایی زده انسانیه من فکر میکنم کلید سعادت بشر اتفاقا تکنولوژیه تکنولوژی که در خدمت رفع نیازمندی های بشر قرار گرفته نه در خدمت بیکار شدنش نه در خدمت به اصطلاح اخراجش از نیروی کار و بیخانمان شدنش و به این اعتبار باید دارای مراوده اقتصادی با جهان معاصری باشیم که تکنولوژی درش پیشرفت میکنه اونجا به نظرم میتونیم بحث عمیقتر اقتصادی بکنیم که چگونه سوسیالیسم ممکنه ولی به نظرم چارچوبای کلیش ممکنه چارچوبای کلیش روشن هستن مسئله بر سر اراده برای تحقق متحقق کردن این پروسه ای هستش بسیار خوب آقای دکتر من البته هنوز نحوه اجرایی شدنش رو من متوجه نشدم توضیح خواهید داد اما اجازه بفهمید در بین فرمایشاتتون که نقطه مهمی است بحث اقتصادی ما از همینجا شروع میشه که شما میفرمایید در جامعه و جوری بشه که هر کس به اندازه نیازش بتونه از امکانات جامعه استفاده بکنه و بعد پرسیدم که خب تشخیص این حد از نیاز چیست و شما فرمودید خود شخص بسیار عالی فکر بکنید امروز ما بریم در ایران و بگیم که آقا خودت تشخیص بده که حد نیازت چی هستش با چه اه, چیزی روبرو میشیم اه, حد نیازها رو مردم امروز داخل کشور چی میبینن با این جبی که آخوندا ایجاد کردن اه, آیا نیاز به انقلاب فرهنگی داریم اول جامعه رو از نظر فرهنگی به اون حد از پرهیفتگی. برسونیم که وقتی میگن آقا مثلا واکسن سوم هست مجانی هم هست تا بیارید برید بزنید مثلا یکی نره سه دفعه بزنه بگه که شاید بهتر باشه به خاطر درک نادرستی که از مسئله داره یا اون فقر فرهنگی که در جامعه هست یا اگر شما فردا گفتید که آقا این مطالب در اختیار جامعه هست سو استفاده نشین و طرف نگه که آقا من واقعا نیازم فرض بفرمایید این هستش که میخوام برم از خونه سر کار با اتوبوس هم میتونم برم اوتوبیل لازم ندارم فکر کنید ما به اون حد میرسیم اصولا جامعه بشری به اون حد میرسه که وقتی بهش میگی آ خودت تشخیص بده که چقدر نیاز داری واقعا نیاز خودش رو بگه و این نیاز بستگی به برا... مسئله فرهنگی مثلا من ممکنه نیاز این باشه که آقا من اگه یه جیت خصوصی داشتم که پسرمو میخواستم اونوره آمریکا برم ببینم سبا میشه میرفتم دیگه شما حتما شنیدین آقای هنر پیشه یه فیلم گریس جانی ترابولتا از بچگی این آرزو رو داشته و امروز عملی کرده خونه, خونه ایشون رو ببینید در جایی قرار داره که زمنا یه باند هواپیمام هست کنارش و جت اختصاصیش بنابراین از خونه خدافزی میکنه بای بای میگه میاد میشینه تو هواپیماش با میشه میره مثلا شیکاگو یه کاری میکنه و بر میگرده این حد نیاز یه ذره برای من مسئله است و میدونید میخوام کجا ببرم میخوام بگم که اگر رفتیم یه سازمانی مجموعه شورای قرار شد این حد نیاز منو تشخیص بده اون وقت پس بحث آزادی ها اینجا مخدوش میشه تشخیص اونی که من باید تشخیص بدم شما به حده یکی دیگه میذارید خب این که درست نیست با, با فرمایشات شما جور در نمید. اگر به خود من واگذار میکنید این هرگز شما نمیتونید بگید که بله آقا مردم نه مردم با انصافه ای، اینطوری که نمیشونیم با به قضیه برخورد بکنیم و اونایی که بی حق دیگران رو دارن میخورن و شما میشکار نمیتونید بکنید چون بخواید بگید که آقا نیاز دیگه اینطوری تشخیص داده این رو اگر بفرمایید من تازه سوالاتم شروع میشه نه حتما به نظرم سوال خیلی خوبی هستش از بدین که اینو به این اعتبار با سوال با یه درجه با سوال جواب بدم ببینید در جامعه فعلی Uh, یه دی هستند دارای امکاناتی هستند صاحبان ابزار تولید صاحبان به اصطلاح وسایل تولید جامعه ثروتمندان سرمایه داران سرمایه اینا مالکیت انحصاری بر وسایل تولید تو جامعه دارن یعنی شما میتونید خیلی راحت بگید یه اقلیت بسیار اندکی بم... کلیه امکانات تولیدی مورد نیاز جامعه رو در کنترل انحصاری خودش داره ظاهرا کسی به اینا نمیگه شما هرس و آزتون چقدر آخه چقدر دیگه هرس و آز دارید دیگه کسی به اینا نمیاد بگه که بابا جان شما با این کارتون دارید محروم میکنید اکثریت 99 درصدی مردم رو از مالکیت بر وسایل تولید وسایل کار بر وسایل که نیازمندی های اقتصادیشون رو بتونه برطرف بکنه و شما در دست خودتون متمرکز کردید این ظاهرا بهشون انتقاد نمیشه به نظرم اول بعد اومد اینجا و پا رو گذاشت اینجا زمین سفت گذاشت زمین که ببینید این وضعیت موجود هر سرمایه رو ما داریم میبینیم حالا چه سرمایداری دولت رفاه باشه چه سرمایداری بازار آزاد انان گسیخته باشه چه سرمایداری باشه که سیاست های به اسطلاح نورالیبرالیستی وحشیانه ای رو داره پیش میبره هر کدوم باشه این ویژگی عام همه مناسبات سرمایداری جهان معاصر است نتیجتا بزنید انتقاد اول به اونا رو انجام بدیم بعد برمیگردیم حالا به ما نوعی که بر فرض میخوایم جامعه رو عوض کنیم و میگن جامعه عوض شده امکان داره آدما حریص باشن آدما هرس داشته باشن و این هرسواز و آدم ها نتونه مانعی باشه در مقابل پروژه شما که میگید خود انسان ها باید تعیین بکنن که نیازشون چی است یکی امکان داره زیاد بخواد مصرف کنه غیره به نظرم چند تا فرض توی این مسئله وجود داره که خود اون فرضا رو باید مورد سوال قرار داد یکی اینکه انسان علل عموم حریص انسان علل عموم فرد پرست منفعت پرست و منفعت فردیش فرای منفعت جامعه هست علل عموم و این گویا بیولوژیک ذاتی ژنتیک و قابل تغییر نیست این به نظرم اتفاقا یه بحث سیاسی بحث بیولوژیک نیست بحث اجتماعی بحث ژنتیک نیست من فکر می کنم انسان ها اون چیزی میشن که تو جامعه وجود داره علل اون چیزی خواهند شد که تو جامعه وجود داره اگر تو جامعه کمبود وجود داره امکانات وجود نداره نتیجتا برای رفع نیازهای خودشون امکان داره هزار اقدام اشتباه دیگه هم بکنن امکان داره مثلا تو جامعه ایران برادر به برادر خنجر بزنه برادر به مادر خنجر بزنه یا هزار اقدام ضد انسانی دیگه ای که من و شما میدونیم چی هستش ولی یه سواله این فرهنگ این مناسبات این رفتارهای اجتماعی محصول مناسبات اقتصادی سیاسی حاکم بر جامعه هستش و ازش جدا نیست تمام بزرگان تاریخ گفتن همه می اومدن بحث میکنن میگن مناسبات فرهنگی جامعه محصول مناسبات اقتصادی سیاسی هستش من و شما اگه خاطرتون باشه من حداقل من نمیخوام شما رو بگم انقلاب 57 در اون پروسه مبارزه سیاسی آدما داشتن در عین حال عوض می شدن آدما متحول می شدن آدمی که ف... من دقیقا یادمه تصادفی اگر میشد همه به کمک همدیگه میشه تافتن اگر اتفاقی میافتاد همون روزای اول همه واقعا برادرانه و خواهرانه به همدیگه کمک میکردن انسانیت بود که در پس یه تحول سیاسی به جلو اومده بود و مناسبات ضد انسانی بود که هی ضربه میخورد هی عقب میخوام میانه من اونو ناشی از تغییر مناسبات اقتصادی نمیدونم چون تغییری حاصل, نشده بود. تغییر حاصل نشد بود تغییری حاصل نشد ولی پروسه سیاسی برای تغییر بود که شکست خورد پروسه سیاسی بود که تغییر ایجاد بکنه نکته من قرض از این نکته این بود که اگر شما وارد یک تحول عظیم اجتماعی میشید انسان و رفتار اجتماعی انسان مورد نظر شما هم دگرگون خواهد شد نتیجتا برا بر حسب اون نیاز تحول اقتصادی من فکر میکنم ریشه ای اساسی این که انسان به اصطلاح هرس نداشته باشه انسان به اصطلاح حریص نباشه منفعت نب... پرست نباشه اینه که نیاز نداشته باشه من اگر خونه ای که درش زندگی میکنم فرض کنم 1400 اسکوئر فیت مثلا 130 متر 140 متر برای من دو نفر یا با یه فرزند کافی بیشتر از اون دیگه اصرافه بیشتر از اون دیگه تلف کردنه. امکانات اجتماعی هستش بالاخره بعد از یه پروسه میرسم میگم آقا این کافیه برای من اگر 6 تا فرزند داشتم خب بالاخره برای هر کدومشون یا هر دو تایشون باید یه اتاق داشته باشن که بتونن اینا زندگی آسوده داشته باشن نتیجتا نیازهامون متفاوت میشه من میخوام بگم انسانی که در جامعه زندگی میکنه که رفاه و تامین نیازمندی های اقتصادی، فکری، فرهنگیش اساس فعالیت جامعه هستش اون انسان صفتهایی هایی رو که منفعت فردی خودپرستی هرس آز غیره هستش توش زائل میشه و زوال پیدا میکنه یه همچین پروسه زوالی به نظرم صورت میگیره و ما لازم نیست مثل چین انقلاب فرهنگی بکنیم کلابوغی سر کسی بذاریم چنین پروسه های ضد انسانی چنین پروسه هایی به نظرم کاملا غیر مشروع از نقطه نظر ما هستش باید دست به ریشه اقتصاد برد به میزانی که اقتصاد در خدمت جامعه قرار بگیره انسانی که در این پروسه شکل پیدا میکنه انسان متحولی میشه و متفاوت میشه من از این اون ریشه قضیه هستش که مسئله اقتصاد جامعه رو با مناسبات سیاسی فرهنگی میتونه به درجه توضیح بده نتیجتا تا اونجا که به هر سواز برمیگرده و فکر میکنم مسئله با این تغییر بکنه به یک اعتبار یه بحث دیگه میخوام بکنم معمولا توی مباحث سیاسی میگن منفعت فردی منفعت جمعی اگر مناسبات اقتصادی طوری باشه که رفاه همگان رو مد نظر داشته باشه این تناقض به نظرم وجود نخواهد داشت که گویا منفعت فرد در مقابل منفعت جمع یا منفعت جمع در مقابل منفعت فرده من میتونم با تلاش خودم هم امکان خودم رو بال بهبود ببخشم هم امکان جامعه رو به بهبود ببخشم و این عملا به جای که در تناقض باشه، عاملی برای پیشرفت هم فرد و هم جامعه هستش این تناقض به نظرم در سطح فلسفی سیاسی کاملا رفت خواهد شد این تناقض زامن یا حداقل محصول جامعه سرمایداری معاصره که شما اینو میبینید به نظرم تو جامعه سوسیالیستی با این تناقض شما مواجه نخواهید شد چطور که رفاه همگان رو مد نظر خواهید داشت راجع به هواپیمای شخصی و غیره اینو اشاره کردید ببینید حتما یک جامعه محدودیت خواهد داشت حتما بالاخره فضای شمال آب و هوای شمال دریای شمال یه دریاست زیبایی های خاص خودش رو داره و غیره چطوری میشه که همگان ازش بهرمند باشن چه کسی که در سیستان و بلوچستانه، چه کسی که در به اصطلاح تبریز و خراسان و اهواز و غیره هستش اینه که به هر حال یک نوع سیستمی برای بهره برداری همگان ایجاد بشه نوبتی افراد بتونن ازش استفاده بکنن خودشون تقسیم بکنن خودشون تعیین بکنن چه مدت غیره صورت بگیره به یه نوعی تایم شیرینگ یعنی زمان رو به اصطلاح مشارکت دادن اگر ببینید برفرض نوع تایم شیرینگ در سیستم حتی سرمایداری موجود هم در خانه شما مشاهده میکنید کسانی که بسشون نمیرسه یه خونه ویلایی داشته باشن میرن چند نفر با هم دیگه جمع میشن یه خونه ویلایی میگیرن بر فرض با هم دیگه زمانی که بحث میکنن تقسیم میکنن این رو در سطح جامعه میشه با یه مناسبات سوسیالیستی به پیش برد انجام ده. شما میگید بر من ماشین شخصی میخوام من فکر میکنم اتفاقا وسایل نقلیه عمومی راه حل میتونه اساسا هم جلوی به اصطلاح آلودگی هوا رو بگیره هم جلوی نقل... آسایش انسان ها رو تو جامعه بگیره در این حال تکنولوژی داره جایی میره که با شما از یه ماشین میتونید یه چند تا خانواده استفاده کنن پس فردا اگر امکان این که آتو پایلت یا آتو سلف درایوینگ که خودکار بتونه به ماشین از این طرف به اون طرف بشه دیگه هر خانه مجبور نیست یه ماشین داشته باشه یا بعضی یا دو تا یا سه تا داشته باشن هر پنج تا خانواده میتونن یه ماشین داشته باشن به این اعتبار یه جامعه متفاوتی رو شما میبینید یعنی من در عین حالی که دارم صحبت میکنم از تکنولوژی میگم به مسابقه کلید سعادت بشریت باید استفاده کرد و این نقطه ویژگی ما هستش به عنوان نوع کمونیسمی که ما مطرح میکنیم ما ضد تکنولوژی نیستیم ما آل احمدی نیستیم ما اتفاقا طرفدار تکنولوژی هستیم با این چیزی چیز که در خدمت رفاه جامعه قرار بگیره بسیار خوب اشاره فرمودید که افراد آن ابزار تولید به صورت انحصاری در اختیار یک عده ای قرار داره حالا این ممکن در سراسر کشور جهان هم باشه ما چون متمرکز هستیم روی موضوع ایران من میخوام بپرسم که تکلیف این افراد در فردای جمهوری اسلامی چیست شما این ابزار تولید رو از دستشون میگیرید از حالت انحصاری در میارید و اگر در میارید در اختیار کی قرار میدید با این موضوع چگونه برخورد میشه به نظرم سوال خوبیه این سوال تاریخا پاسخ غلطی به خودش گرفته حتی مشخصا در جامعه مثل رو، روسیه بعد از دوران لنین پاسخ غلطی گرفتش در چین هم همینطور که به اصطلاح ادعاهای سوسیالیستی داشتن که از نقطه نظر ما نبودن مالکیت ببینید ما مالکیت بر ابزار تولید رو دون شن بشر میدونیم سوال فلسفی تر و امیختر اینه که چرا باید ابزاری که برای رفع نیازمندی های زندگی دیگران وجود داره در انحصار یک اقلیت باشه و اون اقلیت هر موقع که عشقش کشید ازش استفاده کنه تولید سود کنه یه موقعی هم خوشش نیمد ببندتش بگی من نمیذارم تولید صورت بگیره چرا؟ چرا جامعه بشری باید چنین امکانی رو به یک اقلیتی بده که در یک پروسه اقتصادی از صاحبان به اصطلاح وسایل تولید سلب مالکیت کرده خودش رو به مسابه صاحب مالکیت انحصاری در آورده و حالا میگه هر موقعی که دلم خواست به کار میندازم اگر نخواستش به کار نمیندازم و به شما زمانی کار میدم که کارت برای من سود تولید کنه اگر سود تولید نکنه اخراجت میکنه بوشه خیابون وایس گرسنگی بکش یا هوملس بشو یا سطح زندگیت به سطح پایینی تنزل پیدا بکنه من میگم چرا اگر ابزار تولیده رفع نیازمندی های جامعه است پس باید جامعه روش کنترل داشته باشه نه دولت جامعه خود کسانی که باید این ابزار تولید نیازمندی هاشون رو برطرف کنه باید روش کنترل داشته باشن به این اعتبار ما مالکیت انحصاری بر وسایل تولید رو نمیخوایم با مالکیت دولتی بر وسایل تولید تغییر بدیم یعنی یه دولت انتخاب کنیم به مسابه مثلا یک الیت سیاسی که موافق سر مردم هست از بالا نشسته حالا میگه برفرض این ابزار چطوری کار بیفته اون چیزی که تو شوروی صورت نه ما میگیم خود مردمی که این وسایل تولید باید هاشون رو برطرف بکنه اینا به مسابه یک مجموعه بزرگ یک واحد بزرگ باید بتونن با مکانیزم های سیاسی با مکانیزم های تصمیم گیری مناسب تعیین بکنن که چی تولید بشه چگونه تولید بشه چه زمانی تولید بشه از چه کیفیتی مرد برخوردار باشه غیره و غیره نتیجتا مالکیت دولتی به نظر من مناسبات اقتصادی رو عوض نمیکنه مالکیت دولتی نوع مالکیت رو در مقابل مالکیت خصوصی عوض میکنه مالکیت فردی رو جایگزین میکنه با مالکیت دولت و اگه, اگه اون دولت کمیتش لنگ باشه اگه اون دولت دولت مافوق مردم باشه برگزیده مردم نباشه که همون آشا همون کاس است فقط شکلش عوض شده ظاهرش عوض شده تصمیم بالاخره بازم از برای عده‌ای از بالای سر گرفته میشه من فکر میکنم مالکیت اجتماعی و کنترل اجتماعی و اینکه بعدن شوراهای منتخب مردم در جامعه خودشون باید تعیین کنن که چی تولید بشه چقدر تولید بشه چگونه تولید بشه و تمام مسائل اینچنینی رو, رو بتونن حل بکنن به این اعتبار مالکیت دولتی نه مالکیت اجتماعی یا اون چیزی که تو ادبیات مارکسیستی اشاره میشه مالکیت اشتراکی اساسا مد نظر ما هستش بله شما میدونید که حس مالکیت احتمالا حتی با نوزاد به دنیا میاد شما یه چیزی میدید دسته یه کودک او احساس مالکیت میکنه وقتی ازش میگیرید بی تفاوت نیست یعنی وا نمیسته تماشا کنه که خب گرفتن دیگه چه حس نامشخصی داشت. کاملا مشخص و از اون طرف در صحبت های هفته دو هفته پیشتون فرمودید که ما با مسئله مالکیت شخصی مخالفت داریم این این رو خودتون تناقض نمیبینید که انسانی که یکی از خصوصیاتش داشتن حس مالکیت بهش بگید که آقا این خونه ای که تو داری زندگی میکنه مال تو نیست مال جامعه است آیا از همینجا بین او و جامعه یه خط ایجاد نمیکنه که همش احساس کنه که حالا اسم دولت عوض شده اسم خامنه ای عوض شده اسم شده جامعه و بعد کی تشخیص میده که این مال منه یا مال من نیست اسمش جامعه است ولی باز یه عده ای واسه من تصمیم میگیرن که آقا الان این خونه چون مال تو نیست مالکیت نداری ما تشخیص میدیم که تو جات برات بزرگه قبلا مثلا سه تا بچه داشتی الان بچه رفتن پاشو از این خونه که 20 سال 30 سال توی زندگی کردی حالا برو اون ور شهر یه جای کوچیکتر که چیز باشه میخوام بپرسم از شما که اینو چجوری شما میخواید برای ما ایرانی ها توجیه کنید که عزیز جان مالکیت خصوصی رو فراموش کن این بوجوهایی ای افکار بوجوهایی تو رو بدبخت میکنه این رو یه توضیح بفرمید بزن به نظرم اینم سوال خیلی خوبی هستش ما فرقی بین مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و نیازمندی های جامعه قائل هستیم با مالکیت خصوصی که به اصطلاح در پروسه تولید در پروسه مصرف کسی استثمار نمیشه و فقط مثلا مالکیت مثلا من کامپیوتر خودمو دارم کامپیوتر به هیچ کی دوست ندارم بدم به خصوص این تلفن رو کسی میخواد بگیره به شدت ناراحت میشه میگم تلفن مال من و هیچ فکر نمی کنم که این تلفن ابزار تولید و ابزار استثمار کسی دیگری هستش عادت کردم بهش نصف شب که از خواب میپرم بلند میشم تلفن رو نگاه میکنم ببینم چه خبر دنیای معاصر و غیره در این تلفن ابزار استثمار کسی نیست ابزار ایجاد نابرابری میان کسی نیست و این متفاوته با ابزار تولیدی که نیازمندی های جامعه رو برطرف میکنه کاملا متفاوته نتیجتا ما مخالف هر نوع مالکیت خصوصی نیستیم به قول مانیفست ما کمونیست مخالف اون مالکیت خصوصی هستیم که پروسه تولید درش به اصطلاح تحقق پیدا میکنه انسانها درش استثمار میشن و ارزش اضافی یا سرمایه سود برای سرمایدار ایفا میکنه استفاده من از تلفن هیچ سودی برای هیچ کسی استفاده نمیکنه فقط من مصرف شخصی از این وسیله ای که تکنولوژی ایجاد کرده بهره مند میشم این تمایز به نظرم پایه ای ما مالکیت ماشین خصوصی کسی رو اگه جامعه در اختیارش قرار داده نمیخوام ازش سوال به هیچ بچه ولی اون مالکیت خصوصی که وسایل تولید و نیازمندی های جامعه رو مصرف میکنه که خودش مستلزم به سلب مالکیت از اکثریت 99 درصدی جامعه هستش اونو میخوایم سن. به اصطلاح لغو بکنیم یعنی این جمله به نظرم کلیدیه مالکیت انحصاری سرمایداران در جامعه مبتنی بر سلب مالکیت از اکثریت عظیم تولید کنندگان در جامعه بوده ازلی نبوده ابدی نبوده با تولدشون بهشون داده نشده تو یک پروسه تاریخی سیاسی ازش، از دیگران سلب شده در اختیاری نه قرار گرفته این یه واقعیت مهم این تفکیک به نظر من اساسی تفکیک تعیین کننده هستش بعد شما میگید حس مالکیت میدونم شاید نقطه نظر شما نیست جنبه انتقادیش رو مطرح میکنه با انسان به وجود میاد ببینید منم فرزند داشتم و با بچه ها رو مشاهده کردم شما حتما اینطوری مشاهده کردید نداشتین مشاهده اجتماعی داشتید اگر وسایل بازی بچه ها به اندازه کافی باشه هیچ بچه ای نمیگه این مال منه اون زمانی میگه این مال منه که میبینه یه نفر دیگه بچه دیگه دو تا بیشتر داره این یه دونه کمتر داره یا نداره نتیجتا میخواد برای خودش تصاحب بکنه یا به دست بیاره و اینو جامعه بهش میده میگه این ابز این اسباب بازی مال تو, این مال تو نیست این مال تو نیست این مال توه و بچه یاد بگیره بگه مال من مال من انگلیسیش میگه ماین 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 برمیاره میگه ماین ما ماین ماین اینو من میفهمم ولی میخوام میگم این محصول یک پروسه است اگر شما شش تا اسباب بازی جلو بچه بندازید بذارید بچه میاد بازی میکنه یه بچه دیگه هم بازی میکنه همه بالا میشن میرن میدونم فردا این اسباب بازی هم اینجا هستش هیچ کسی اشتهای این که بگه من این مال منه رو ندا خواهد داشت یا حداقل به اون ضرورت نمیرسه که بخواد این کارو بکنه مثال خونه رو میزنید ببینید جایی که من زندگی میکنم به خاطر اینکه کادر دانشگاهی هستم امکانات مسکن با قیمت بسیار پایین تر از قیمت بازار آزاد در اختیار ما قرار دادن چون اگه اینطوری بود نمیتونستیم اصلا مسکن داشته باشیم مسکن به اصطلاح که توش زندگی شخصی داشته باشیم و بعد ترمشینه که وقتی که شما ایمپلویمنتتون یا کارتون و قراردادتون با این دانشگاه تموم شد لطفاً پس بدید به یکی دیگه بخوایم بدید میدیم به یکی دیگه این به یه درجه ای داره میگه آقا شما این تا زمانی که مورد نیازت هست مصرف کن بعدش قرار نیست بفروشی ثروتمند بشی با ثروت بری جلا با همون قیمتی که خریدی به اضافه به اصطلاح درصدی که مبنای محاسبه تورم هست در سال بهت میدن که ارزش پول اون زمانی که دادی زمان برف تحویل دادنش به دانشگاه بتونی داشته باشی و بری کار دیگه ای بکنی هر کار دیگه بکنی من میخوام بگم بسیاری از این اقلام از این جنس هستن شما اون پروسه سیاسی اجتماعی تاریخی که منتج به این حس در وجود کودک یا در وجود انسان ها شده رو نمیتونید نادیده بگیرید و صرفا سر نتیجهش صحبت بکنید باید مجموعه شد از کمرکشش نمیشه صحبت کرد از ابتدا و انتها این مجموعه رو باید من شانس اینه داشتم که دو تا دختر داشتم متاسفانه یک بزرگ دختر بزرگم فوت کرد اما زندگی که مشاهده کردم تو این بچه هایی که بزرگ شدن اینکه این بچه ها هیچ وقت احساس نکردن تنشون جرمه لخ میخواستن بچه بودن را برن هر جا میخواستن تو اتاق بگردن لخ میگشتن کسی بهشون نمیگو خودتو بپوشون خود تو بپوشون لخ بودن راحت بودن تو فضای خونه امنیت داشتن احساس آرامش میکردن و بدنشون رو جرم نمیدیدن اون چیزی که امروز تو جامعه ایران میبینیم دختر بچه رو طوری دارن بار میارن که فکر میکنه احساس گناهیه اگر به اصطلاح انهناهای بدنش رو کسی بیرون ببینه حالا حتی اگر با لباس با انهنای بدنش رو ببینه و جرم و یه پارچه سیاه سرش میخوام بکنن یا یه لچک رو سرش بذارن بگن آقا جان موتو بپوشون چون یک جانور اسلامی دیگه رو تحریک میکنه یا بدنت بپوشون که یکی دیگر رو تحریک میکنه من همچین چیزی رو تو بچه های خودم ندیدم مشاهده نکردم توی واحد بسیار کوچیک این بچه ها بزرگ شدن اعتماد به نفس داشتن بدنشون جرم نبود میرخصیدن میخوندن لباس مناسب هر جور لباس کوتاه بلند هر جوری دلشون میخواست میپوشیدن و این جرم توش نبود این احساس نبود و همون احساسیه که به نوعی بگه مال من مال من دیگه اینجا نمیگه مال من جرمه بدنم جرمه بدنم ابزار جرمه صدام آواز که اگه بخوام بخونم جرم صداتو ببند کسی نباید بشنوه میخوام بگم اینا محصول یک پروسه سیاسیه محصول تاریخ داده شده ای هستش به این اعتبار باید اون پروسه سیاسی رو اگر عوض بکنید محصولات متفاوتی رو بیرون خواهد داد بله متشکرم من آی دکتر فرمایشات شما رو واقعا هر کدومش باز جای بحث داره و سوال داره ولی چون میخوایم که به یه جایی برسیم من تعداد سوالاتی رو که دارن به با شما مطرح کنم دیگه ادامه نمیدم برای اینکه اون به اصل موضوع نمیرسیم روی یه نکته هی باید با هم بحث کنیم میتونیم بعدا این بحثا رو هر جوری دوست دارید یقه بنده رو بگیرید بسیار بسیار متاسف شدم فرمودید که فرزند بزرگتون فوت کردن جای تاسفه و میفهمم که چقدر میتونه درد باشه باشه بزرگترین درد زندگیه به نظرم می فهمم که می هیچ فهم. اسمی هم براش متاسفانه نیست کسی فهم. که فرزندش رو از دست داده هیچ اسمی براش نیست داغدار میگن ولی داغدار میتونه معنای هر چیزی رو داشته باشه از دست دادن فرزند مثلا اگر کسی همسرش رو از دست بده اسامی مختلفی براش هستش ولی از دست دادن فرزند هیچ اسمی نداره متاسفانه حتی یعنی ناباوره ناباوره بله ف... م... م... من البته همچین موضوعی برام پیش نیامده ولی حتی فکرش بخنه. آدم رو واقعا دیوانه میکنه که فکر کنه یکی از اینایی که مثل پاره تن آدمه مثل در بسیاری موارد آدم احساس میکنه که حاضر تمام جانشو بده که اینها زندگی کنن و خب حالا متاسفم که یه همچین ممنونم از لطفتون من ممنونم یه خاطره کوچیک اگه بخوایم بگم که مقداری شد راستش توی زمان قیام پنج و هفت زمانی که به اصطلاح جنگ و خیابونی در جریان بود ما تو اون پروسه بودیم و به اصطلاح یه جاهایی بعد سنگربندی میشد که میگفتن ارتش داره حمله میکنه نیروهای به اصطلاح نظامی حمله میکنن غیر و اینا و ما توی خیابون مشغول بودیم بعضا کوکتل مولوتوف درست میکردیم غیر و اینا مادرم هم میگفتش که نرو اتفاقی برات میفته طوری میشی غیر و اینا اون موقع استدلال من این بود در مقابل مادرم که جون خودمه و من مثلا 20 چند سالمه و اختیارش دست خودمه مادر ما این نظر من نپذیرفت همراه ما اومد همون کارهایی که ما میکردیم اون انسانم هم میکرد اما الان اگر به هم بگم میگن نه میگم جون خودت نیست جون منم هست و با نبود یک عزیز یه حفره در زندگی طرف مقابل ایجاد میشه یا نزدیکانش ایجاد میشه که پرشدنی نیست به استدلال دیگه فرق میکرد بله بله حتی من سال پنجه که به دنیا نیمده بودم برای این <تصفح> <تصفح> سال به دنیا آمدید <تصفح> <تصفح> از کنم خدمتتون که آیا دموکراسی در آینده یعنی زمانی که ما یک حکومت شورایی داریم چه مفهومی خواهد داشت؟ ببینید دموکراسی تعبیری که ازش شده متفاوته ما خواهان بیشترین آزادی های سیاسی هستیم و من به مسابه یک سوسیالیست به مسابه یک کمونیسم کارگری دوست دارم به جاش از کلمه آزادی های سیاسی صحبت کنم دموکراسی در طول تاریخ جوامع بشری تبیین طبقه حاکمه طبقه بورژوا از حق و حقوق شهروندان در جامعه بوده دموکراسی به معنای مفهوم سیاسی یعنی مشروعیت حکومت از رأی مردم گرفته بشه نه از الهیات نه از سایه خدا بودن نه از اینکه خونه اشرافیت داشتن نه از اینکه ولایت فقیه بودن بلکه مبنای مشروعیت حکومت رو به رأی مردم بده به این اعتبار ما خواهان گسترده ترین وسیع ترین امکان اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت سون هستیم و اصلا چیزی به غیر است حکومتی که بر مبنای رأی و اراده آزاد اراده آزاد انسان ها باشه از نقطه نظر ما مشروعیت نداره دموکراسی به معنای آزادی نیست لیبرالیزم تفسیر دیگه از برای پر کردن این ظرفی هست که اسمش دموکراسی هستش لیبرالیزم اروپای غربی رو داریم به اصطلاح جان استوارت میل و یا یه سری کانت یه سری از متفکرین سعی کردن لیبرالیزم رو معلی کنن چون میدونستن دموکراسی فقط حق رایه این دموکراسی مثلا در جامعه آمریکا من و شما بهتر میدونیم در دورهش فقط شامل سفیدان صاحب زمین میشد یا صاحب کارخانه بعدن طی مبارزاتی مثلا در سال 1060 1960 زنان هم شامل این شدن که بتونن حق رأی داشته باشن بعضا طی مبارزات گسترده تر و خونینی سیاه پوستان و رنگین پوستان هم شامل این شدن که در دموکراسی برخوردار باشن به این اعتبار دموکراسی اون مفهوم و قالب سیاسی نیست که بتونه من رو بیان کنه من از آزادی سیاسی از آزادی اراده عمل از انتخاب شدن و انتخاب کردن و ازل کردن صحبت میتونم بکنم یعنی شما هم گفتیم که دموکراسی چیه من میگم من بیشترین نوع آزادی رو میخوام گسترده ترین نوع آزادی رو میخوام اما اجازه بدیم با مفاهیمی که من میشناسم صحبت بکنم راجبش که مفاهیم تاریخی تر و سیاسی تری هستند و از نقطه نظر من ما سیستمی رو نمیخوایم که چهار سال یا شش سال یکی رو انتخاب کنیم بره به نیابت از من و شما تصمیم سیاسی بگیره من دستم چلاقه نه قدرت تکنولوژی اونقدر هست که به من امکان این رو نده که بتونم حرفمو بزنم یا رأیمو بتونم بدم بلکه میتونم هر کسی و هر کسی تو جامعه باید بتونه برای هر تصمیمی رأی خودش رو بذاره این یه مفهوم نتیجتا ما دموکراسی نیابتی رو قبول نداریم به نیابت از ما که تا 6 سال دیگه نمیتونیم دست بهت بزنیم کسی رو نمیخوایم انتخاب کنیم میخوایم سیستمی باشه که هر زمانی که یه اکثریتی از ما اراده که کردن و کسی رو نخواستن یه نماینده انتخاب کرده بودن که تو شورای بالاتر بره بتونن ازلش بکنن و بعد کسانی که انتخاب میشن حقوق بیشتر از متوسط حقوق کارگر نداشته باشن اینطوری نباشه که یک الیتی انتخاب میشن که امکاناتی داشته باشن به خاطر اینکه مورد انتخاب قرار گرفتن بلکه حقوقشون مثل متوسط حقوق کارگر تو جامعه باشه یعنی قابل ازل بودن در هر زمان و غیره هستش اینا به نظرم مفاهیم تر و عمیق‌تری هستند تا دموکراسی غربی به اضافه اینکه دموکراسی در جوامع غربی با امکانات سرمایه گره خورده اساسا رسانه من و شما از قدرت رسانه سی فاکس یا ام ام بی سی یا ان بی سی برخوردار نیست وسعت دسترسی ما به جامعه اون نیست که اونا دارن نتیجتا اونا با قدرت انحصاری سرمایه که در اختیار دارن امکانات بیشتری رو دارن و امکاناتی رو که سرمایه در اختیارشون قرار داده بزرگترین کمپانی های مالی آمریکا و صنعتی آمریکا مثلا جی ای غیره یا جنرال وستنگ هاوس و غیره اینا صاحب سی این اینها هن. اینا تعیین میکنن که خط مش اصولی که پیش برده بشه چیه یا برفرض فاکس نیوز مرداخ مثلا اینا تعیین میکنن که چه سیاستی پیش برده بشه به این اعتبار میخوام بگم که این دموکراسی از نقطه نظر ما قابل انتقاد مسئله ما آزادی مسئله ما دموکراسی نیابتی نیست انتخابات شورایی و حکومت شورایی و چنین مفاهیمی هستش شما فرمودید که برای تصمیمات جامعه استقلال خودتون به کار میبرم من دستم چلاق نیست و مستمیات هم فکرم کمتر از بقیه نیست چرا باید یه نفر به نیابت من بره این کار بکنه حکومت شورایی مورد نظر شما یا نماینده از طرف شما انتخاب نمیشه بره تصمیم بگیره فرمودید یه نکته گذاشتید که خب من بتونم ازلش کنم که البته مکانیزمش باید روشن باشه چه جوری شما میخواید ازلش بکنید ولی این این مکانیزم اگه در کشورهای غربی وجود نداره که یکی رو انتخاب میکنن چند سال خدمت بکنه ام از نماینده مجلس ام از نمیدونم رئیس جمهور شهردار رئیس پلیس قاضی همه اینا با رأی مردم انتخاب میشن و مکانیزمی هم وجود داره که اگر کار خلاف منافع مردم کردن اخراج بشن شما دیدید دیگه حتی در آمریکا رئیس جمهوری مثل کلینتون رو که اون قدم محبوب بود به خاطر که یک کار غیر اخلاقی کرد و دروغ گفته بود چگونه زیر سلابه بردن و نفسش رو قطع کردن عملا دیگه اواخر دوره خودش توانایی کار حتی نداشت میخوام بپرسم که در سیستم مورد نظر شما که سیستم شورایی هست نمایندگان انتخابی چه فرقی با اینا دارن که الان اینا انتخاب میکنن میفرستن برای از طرفشون تصمیم بگیرن نظر سوال خیلی خوبیه یکی این که مراجع تصمیم گیری در جوامع غربی که چیزی به نام دموکراسی غربی هستش مراجع نیست که انتخاب شدگان توسط مردم تصمیمی های اساسی رو میگیرن این چه به چه معناست ببینید مثلا الان آمریکا بایدن تصمیم میگیره از افغانستان خارج بشه ترامپ شروع کرد با طالبان مذاکره مزا... کردن و به رسمیت شناختن طالبان پومپئو به دوهه رفت با همدیگه عکس گرفتن بایدن هم مسئله خروج و زمان خروج و چگونگی خروج رو به اصطلاح انجام داد آیا من و شما تصمیم گرفتیم چطوری خارج بشیم از افغانستان اگر برفرض میخوایم بگیم حکومت آمریکا حکومت ما شما بود نه خب کسانی که انتخاب شده بودند تصمیم گرفتن و این تصمیم سیاسیشون هیچ گونه بازخواست و استیزاهی نمیتونه توش صورت بگیره مگر اینکه برن به یکی تجاوز کنن یا برفرض یک اقدامی انجام بدن دروغ بگن یقشون گرفته بشه چند نفر تو تاریخ آمریکا چنین کاری کردن یکی برفرض نیکسون بوده یکی برفرض کلینتون بوده که استیسا شد نیکسون برطرف شد چون دستورد زده بودن به اسناد مرکز حزب رقیبشون حزب دموکرات و ناچارن به نام واترگیت به عنوان اسکاندل ازش صحبت شد و غیره نتیجتا میبینیم که متفاوته یا برفرس ترامپ آقای دکتر من اینجا یه نکته رو عرض بکنم ببینید آقای بایدن و حتی آقای ترامپ جزء وعده های انتخاباتیشون خروج نیروهای آمریکایی از مناطق جنگی بود قول دادن بنابراین اونایی که رفتن به برنامه اینها رأی دادن نظرشون این بوده که آقا بله یکی از کارهای مهم اینه که بچه های ما رو از این ور بردار برگردیم من در مورد افغانستان برنامه تهیه کردم وقتی پیش ارائه کردم درش آوردم که حتی نارضایتی در درون آمریکا از مسئله جنگ به حدی رسیده بود که سربازهایی که بر میگشتن میگفتن که آقا ما فکر کردیم برای دموکراسی و این حرفا میریم ولی متوجه شدیم که اصلا این حرفا نیست ما رو تبدیل به یه ده قاتل کردن آدم کش کردن و این در درون جامعه آمریکا یه نارضایتی شدید به وجود آورد. بنابراین من اعتقاد دارم که هم ترامپ و هم بایدن اتفاقا از طریق شاخک های اطلاعاتی سازمان های مختلف متوجه این امر شدن که این از اون نکاتی است که آمریکایی ها رو به شدت نسبت به دولتشون بدبین میکنه که آقا به ما میگن بچه‌هامون دارن در راه دموکراسی میرن و از این حرفا میرن ولی بچه هم میان میگن آقای حرفا کدومه همش حبه بازیه یه عده دارن قارت میکنن ما هم کردن آلت دستشون این برای سیستم سرمایه داری خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه اینا یه توهمی ایجاد کردن که ما که اصلا دنبال دموکراسی میکردیم ما این میخوام عرض بکنم که اتفاقا بایدن اگر این کارو کرده و در صحبت دیروزش هم ملاحظه فرمودید گفت من به جامعه پاسخ دادم جامعه ما نمیخواد جنگ هاش تو جنگ باشن که خب حالا چیز هست میخوام ارز بکنم که ب... ما میتونیم بگیم که اینا رو از خودشون ها یه تصویر میگیرن ولی واقعیتش نیست که من شما که در آمریکا هستیم این همه ویسل بلور در آمریکا هست NGO هایی هستش که کارشون اینه که اینا رو زیر زربی میذارن ببینن که کی چیکار داره میکنه میارن بیرون داستان میکشن بیرون مسئله روابط تراب با اپستین و اون خانوم ویلسن ای اینا رو من و شما که خبر نداریم که اینا ویسل بلوه رای هستن که میرن در میارن و دیدید که اپستین میره خود خودشون میکشه چون حالا یا ترتیبش رو میدم به یه ترتیبی میخوام از بکنم اینطور هم نیست که در جواب سرمایه داری هر کی هر غلطی دلش میخواد میکنه و مردم هم مثل گوسفند تماشا میکنند من شما که این میبینیم کاملا درست میگید این تفاوتهایی رو که شما برشمردید منو به این نتیجه میرسونه که حکومت آمریکا به لحاظ سیاسی تفاوت های داره مثلا با جمهوری اسلامی مثلا با دوران پیروشه مثلا با یک حکومت استبدادی و من ترجیح همین حکومت من به شما کاملا میگم من قبول دارم این حرفو این تفاوت برای من ارزشمنده و فکر میکنم که این تفاوت حاصل تلاش اونایی نیست که اون بالا نشستن بلکه حاصل تلاش همون کسانی که شما میگید ویسل بلوئر کسانی که میگید مبارزه اجتماعی کردن کسانی که میگیم برای حق رای زنان تو جامعه اومدن شلوغ کردن اعتراض کردن برای اینکه سیاها آدمن برده نیستن تلاش کردن و به این جامعه تحمیل کردن اینا رو من کاملا میپذیرم و میگم یه حکومت مثل آمریکا صد برابر بهتر از یه حکومت مثل ایرانه به لحاظ مختصر ولی من چیز دیگه ای رو میخوام ببینید آمریکا بایدن اومد گفت من میخوام از افغانستان خارج بشم اومدن گفتن که ما میخوایم با طالبان بند و کنیم قدرت رو در اختیار طالبان قرار بدیم تمام تجهیزات نظامی آمریکا که چیزی حدود 700 میلیارد دلار هستش دست نخورده بدیم دست اوباش اسلامی طالبان ترامپ اومد گفت من توی پروژه انتخاباتی اگر میخوام برفرض با چین رقابت کنم میام با طالبان میشینم مذاکره میکنم بند و بست میکنم اینا رو نگفتن و به قول شما که اشاره کردید شیطان در جزئیات قضیه بودش به اتفاقا اینکه چگونه باید خارج بشن چگونه باید اتف... این پروژه صورت بگیره شاید مورد توافق منم باشه ولی میخوام بگم که مسئله ای که صورت گرفت عملا به یه فاجعه تبدیل شد ولی قرض از این مثال این نبود قرض از این مثال این بود که شما زمانی میتونید کسی که انتخاب شده رو برکنار بکنید که بتونید استیزاهش بکنید استیزاهش بکنید و طرف میبخشید گندی زده باشه که جامعه بگه دیگه آجان مردم بگن دیگه نمیشه قبول نیست قبول نیست من میگم ما یه سیستمی میخوایم که بدون اینکه من و شما رازم باشه به اصطلاح خونی از دماغ کسی ریخته بشه بتونیم بگیم آقا این آقای این آقای جوادی رو که می‌بینین ها این نماینده خوبی بود الان دیگه نیست می‌خوایم عوضش کنیم خب بیان رأی میدن عوضش کنن دیگه کارگرای هفت په توی زندگی سیاسی و مبارزاتی خودشون به یه حکومت به یه شکلی از اداره رسیدن به قول اسماعیل بخشی اداره شورایی رو زندگی کردن که اومدن نمایندگانی رو انتخاب کردن ولی این نماینده ها مطیع و مقید به نظر جمع بودن و هر زمان که اون جمع تو جلسه می اومد میگفتن آقا جان حکم نمایندگی باطل دوباره رأی میگیریم که این نماینده ها رو بخوایم ابقا بکنیم یا میخوایم عوضشون بکنیم و یا اگه خوشمون نیامد از یکی از نماینده ها که رفته بود التماس کرده بود که به آقای رئیسی آقای رئیسی شما بیا درد ما رو حل کن گویا این بابا به اصطلاح امامزادش شفا میده میگن آقا جان خب برو کنار دیگه نمیخوایمت میخوام بگم مکانیزم ازل مکانیزم اساسی هستش که باید توی نظام تابیه بشه دموکراسی نیابتی نداریم من همونقدر توی سرنوشت سیاسی خودم باید سهیم باشم و در جامعه که هر کس دیگه‌ای به هر میزان سهیم باشه و غیره و این متفاوتش میکنه از مکانیزم سیاسی که توی این جامعه وجود داره کاملا میپذیرم که این سی مکانیزم از مکانیزم جمهوری اسلامی یا حکومت پینوشه یا حکومت پاکستان یا حکومت عربستان یا بسیاری از جوامع دیگه مطلوبتره بهتره اما ایدئال من نیست به نظرم جامعه بشری به حکومت بالاتری اشکال اداره حکومت بالاتری که مبتنی بر معلفه های اقتصادی سیاسی هستند دست پیدا میتونه بکنه و قدرت تکنولوژیک و انفرماتیک جامعه بشری این امکان رو به همه میده که هر روز توی تمام زمینه ها تصمیم بگیریم و این من و شما امروز میتونیم به سادگی از محیط منزلمون حالا من توی گاراژ خونم نشستم به اصطلاح رأی بدم که مثلا آقا جان با طالبان رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم چرا رفتن از نیابت من طالبان رو به رسمیت بشن. شاید من شکست بخوردم رأی من به مورد قبول اکثریت واقع نشه ولی هیچ پروسه ای نبود که به این جانوران اسلامی به اصطلاح این گونه بعد بند و بست صورت بگیره این از کجا دیگه در اومد اینا نظرم چیزایی هستش که میشه در رابطه با اینکه تفاوت یه سیستم دموکراسی غربی با یک حکومت شورایی مورد نظر ما چی هست به طور عمیق و سیاسی فلسفی میتونیم بحث بکنیم من من در خدمتم صدای شما بس است بله عوض میخوام ما فعلا داریم سعت و خراش میدیم میرسیم به عمقی عوش عوش و من مطمئنم بیرندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن وارد بحث میشن نقطه نظراتشون رو خواهند گفت من امروز تصمیم دارم فقط چند تا سوال اساسی از شما بکنم بعد وارد بخش شیطان صفت یعنی جزئیات خواهیم شد با هم و اونجا بیشتر صحبت میکنیم بحث دموکراسی رو فرمودید من درکم این است که شما هم به نقل قول از لنین که دموکراسی یک بازی یک، یا کلک بورژوایی معتقد هستید بفهمید که پارلمانتاریسم چطور آیا به اون اعتقاد دارید یا اون را هم نوعی حق بازی بورژوایی میدونید ببینید پارلمانتاریسم همون سیستم نیابتیه حالا یه پارلمان یا مجلس یا به اصطلاح هر چیز دیگه یه سیستمیه که یه عدهی انتخاب میشن حالا فرض میکنیم درش تقلب صورت نگرفته حالا فرض میکنیم کسانی که انتخاب میشن از قدرت مالی ویژه از سایر افراد برخوردار نیستند که این فرض همه غلطه مثلا من و شما خوب میدونیم اگه کسی بخواد کاندید ریاست جمهور باشه باید قابلیت اینکه چند میلیارد دلار بتونه پول جمع بکنه توی پروسه انتخاباتیش داشته باشه حداقل تو آمریکا برخی کشورهای اروپایی شاید اینطوری کمتر باشه یا برفض کسی که میخواد سناتور باشه باید چند صد هزار دلار تا یه میلیون دلار یا چند میلیون دلار بتونه امکان جمعآوری مالی داشته باشه که بتونه بره جلو قابلیت خودش به این لحاظ باید نشون بده به نمای... کسایی که به اصطلاح این میخواد نمایندشون بشه حالا همه اینا رو بذاریم کنار نفس اینکه یه دی دارن به جای من و شما تا یه مدت معینی تصمیم میگیرن به نظرم این میتونه مورد سوال باشه چرا من و شما هر روز تصمیم نگیریم چرا خودمون تصمیم نگیریم چرا امکاناتی رو فراهم نکنیم که جامعه بگه من میگم آقا اداره شورایی جامعه شوراهای مردم جامعه هم تصمیم خودش مثل یه رفراندوم هر روز اعمال کنه کار پیچیده ایه به نظرم به هیچ وجه نیستش به هیچ وجه نیست کمپانیهای مالی کمپانیهای اقتصادی دارن امروز کاری میکنن که من و شما میریم روی فیسبوک یا میریم روی اینترنت یه جایی رو کلیک میکنیم یه کالایی رو نگاه میکنیم یه دقیقه بعد شش تا کالایی که فکر میکنن بر مبنای اون میتونه مورد مصرف ما باشه برامون میاد توی چیز دیگه تو اینترنت حالا نمیتونیم اینو تو سیاست انجام بدیم تو سیاست به نظر من به سادگی میتونیم انجام بدیم اگر نمیخوا... انجام نمیدن برای اینکه نمیخوان انجام بدن برای اینکه اون قدرت سیاسی حاکم نگه میداره میخواد حفظ بکنه قدرت رو در دست این ارکان یه نکته ای که قبلا اشاره کردم به این که ببینید تصمیم گیری های اساسی جامعه فقط تو پارلمان نیست فقط تو مجلس آمریکا نیست بیرون از این داره صورت میگیره مثلا اینکه به جنگ بریم کی به رأی گذاشته شد زمان یه بار مثل اینکه تو تو تاریخ آمریکا به جنگ رفتن به رأی گذاشتن هر بار دیگه طرف رفته جنگ کرده بعد گفته آقا جان اگه مخالفی برو هر کاری میخوای بکنی بکن رفته جنگ کرده آدماشو کشته جامعه رو نابود کرده غیره و اینا میگه هر کاری میخوای بکنی بکن تصمیمات اساسی اونجا نمیگیرن یا مثلا قاضی القضات جامعه یه عده نشستن اونجا دارن برای کل جامعه تصمیم میگیرن و این عده منتخب یه منتخب معدودی هستن که قابل ازلم نیستن مادم العمرن گویا ولایت فقیهن گویا به اصطلاح شورای نگهبان و غیره هستن که عمری رو اون تو میخوان بمونن تا آخر عمرشون میتونن اونجا بمونن خب شاید این بابا اشتباه بکنه شاید این نظری رو بگی که اصلا با جامعه بر نگرده فقط یه نفر این وسط اگه به اصطلاح سوینگ ووت باشه میتونه سرنوشت جامعه رو عوض کنه من و شما باید بشینیم تماشاشون کنیم بگیم اینا قضات عالی ال جامعه هستن خب آقا جان بکشین روشون پایین بگیم آقا هر دفعه که یه یه قاضی بود ها باید انتخاب باشن هر روز باید انتخاب بشن هر دفعه باید انتخاب بشن قضات باید انتخابی باشند دستگاه قضایی از دستگاه مجریه و دستگاه به اصطلاح کاملا جدا باشه سیستم قضایی و یک ارگان سیاست گذاری کاملا متفاوت باشه ما سیستمی میخوایم که دستگاه قضايش مجزا باشه مستقل از دستگاه مجریه و دستگاه به اصطلاح سیاست باشه شوراهای مردم هم سیاست گذارن هم عامل اجرا در جامعه باید باشن. شما میکروفونتون من میبندم که تداخل پیدا نکنه بفهمید که در جامعه آرمانی شما تکلیف احزاب چیست حزبی وجود خواهد داشت آزادن یا فقط یک حزب کمونیست خواهد ببینید همه احزاب از نقطه نظر ما آزادن همه احزاب ایجاد حزب منا... مستلزم کسب مجوز از هیچ ارگانی نباید باشه و نتیجتا احزاب آزادن آزادی احزاب وجود داره حکومت اما حزبی نباید باشه حالا چه حزب طرفدار من من طرفدارش باشم چه مخالفش باشم من مخالف حکومت حزبی هستم هرچند که یک آدمی مارکسیست هستم خودم یک کمونیسم کارگری میدونم ولی مخالف حکومت حزبی هستم حکومت از آن جامعه است از آن مردم هست منعکس کننده اراده مردم باید باشه من دوست دارم حزب کمونیست که مورد نظر من هست کمونیسم کارگری که مورد نظر من هست نمایندگانش بیشترین رأی و در شوراهای مردم در شوراهای جامعه بیارن ولی اگر نیووردن نیووردن دیگه اگر یه حزب دست راستی نمایندگانش در شوراهای مردم بیشترین رأی آورده بیشترین رأی آورده میره حکومت بر مبنای چارچوبای سیاسی فکریش تا زمانی که مردم بخوان شکل میده نخواستن هم عوضش میکنن, عزلش میکنن، میارنش پایین نتیجتا من طرفدار حکومت حزبی نیستم به یه اعتباری طرفدار حکومت ایدئولوژیک نیستم و فکر می کنم نه فقط حکومت حاضر ایدئولوژیکه چه در ایران چه در آمریکا چه در دوران شوروی به این اعتبار حکومتی که بخواد یک نوع تفکری رو به لحاظ باورهای اجتماعی سیاسی بخواد دنبال بکنه نه حکومت حکومت مردم باید نگهدارنده و حافظ امنیت رفاه آسایش و سعادت مردم باشه همین و هر زمان قابل عزل باشه احزاب در شوراها فعالیت میکنن نمایندگانشون به مسابه فرد میتونن برن بالا با هر ترکیبی حکومت جامعه رو شکل بدن بسیار عالی چون تقریبا به یک ساعت و نیمه ما داریم صحبت میکنیم و من میدونم شما کار دارید سوال آخر رو مطرح میکنم و اون این هستش که دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چی؟ ببینید این کلمه توضیحش معمولا آدم و دوچاره مشکل میکنه چرا که مفهوم دیکتاتوری در طول تاریخ عوض شده من کمتر استفاده میکنم از این کلمه من از حکومت کارگری استفاده میکنم در دوران مارکس همه حکومت ها از اون جایی که نفس وجود جامعه طبقاتی بود قبول بود پذیرفته بود که یک نوع دیکتاتوری هستند مثلا دیکتاتوری سرمایه دیکتاتوری بورژوا که حکومت مورد نظر بورژوا هست مناسبات اقتصادی و سیاسی اجتماعی مورد نظر بورژوا ها رو به جامعه تحمیل میکنه شما اگر بخواید بر علیه مالکیت خصوصی مبارزه بکنید با ارتشش و با لشکرش مواجه میشید و غیره مارکس به این اعتبار از اونجایی که جوامع طبقاتی حکومت های طبقاتی دارن به این مسئله میگفت دیکتاتوری طبقه سرمایدار یا دیکتاتوری طبقه کارگر اما مزامین و اهدافی که دنبال میشه متفاوت بود کلمه دیکتاتوری مفهومش در طول تاریخ عوض شده من نمیخوام از این کلمه استفاده کنم دیکتاتوری الان هر کی اسم ببره میگه استبداد نتیجتا من با این کلمه که بخوام جنگ ناخواسته رو داشته باشه نمیم من از حکومت کارگری صحبت میکنم سوالی که در مقابل دیگران میذارم میگم اینکه اگر من حکومتی نداشته باشم که از آزادی و برابری مردم زمانی که ناچار بشه حتی با زور دفاع بکنه این خودش یک نوعی تحمیل بر یک اقلیت یا در یک بخشی از جامعه هست اینو به نظرم تو طول اون تاریخ گذشته بهش میگفتن دیکتاتوری پرولتاریا یعنی اگر کسی بخواد زن ستیزی رو تو جامعه رواج بده منی که میگم حاجی بازاری و فلان آخوند مرتجه و فلان دستگاه تبلیغاتی یه اسلامیستی نمیتونه بگه زن نیمه انسانه زن بدنش جرمه بعد سنگسار بشه اگر با کسی رفت عشق آزاد و رابطه آزاد داشت جلوشو بگیرم که بخواد این کارو بکنه دارم یه نوعی اعمال زور میکنم بر اون اراده ای که اون فرد میخواسته زن رو تبدیل بکنه به ابزار جنسی مالکیت جنسی زن باشه و به اصطلاح بعدم حکم سنگسارش رو بخواد صادر بکنه به این اعتبار من میپذیرم که یک نوع زوری وجود داره اما این زور مضمونش مزمونی در دفاع از آزادی رفاه و برابری باشه اینکه کسانی بیان حکومتی تغییر بکنه سو استفاده های صورت بگیره کاملا میتونه ممکن باشه نتیجتا من طرفدار آزادی های بدون قید و شرط سیاسی هستم که تو قانون اساسی جامعه گنجانده بشه که هیچ وقت نتونه هیچ ارگانی بگه آجان نه آزادی ها محدود نیست محدوده آزادی ها قید و شرط داره اینو نتونه بگه به این اعتبار در ادبیات امروزی ما از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت نمیشه از حکومت کارگری صحبت میشه حکومت کارگری هم حکومت کارگران نیست حکومتیه که مضمونش نفی مناسبات اقتصادی استثمارگر در جامعه است اینطوری نیست که یه حکومتی به جای این حکومت فعلی که حکومت اسلامیستا و حکومت سرمایدار است حالا حکومت دستای پینه‌بسته باشه یا دستای کارگر باشه نه قرار نیست که ما یک جامعه طبقاتی رو دگرگون کنیم یه جامعه طبقاتی دیگه ای رو شکل بدیم میخوایم جامعه طبقاتی رو به قول مارکس با تمام شکاف طبقاتیش و تضاد طبقاتیش به دور بندازیم و یه جامعه نوین انسانی رو که شکل بدیم بسیار سپاس بزنم آقای دکتر جوادی گرامی دوستان گرامی ببینید هدف از این برنامه ها روشن کردن افکار نسبت به نحله های فکری مختلف در جامعه است آقای دکتر جوادی به عنوان یک کمونیست نقط نظراتشون رو فرمودن من شک ندارم که کمونیست های دیگر ایرانی هستن که ممکنه افکارشون با آقای دکتر جوادی متفاوت باشه ولی در مجموع از یک جا برخواسته بحث کمون یا زندگی اشتراکی رو شاید بشه برد به زمان افلاتون حتی در کتاب ریپابلیکش به بخشی از این نکات اشاره میکنه در ایران شخصی مثل مزدک به این موضوع توجه میکنه حالا نه به این اصطلاح جنبندی دقیق تر ولی افکار اینطوری مطرح بوده و در جامعه ما هم این افکار نفوذ کرده به خصوص به خاطر همسایگی با روسیه و بعد اتحاد جماهیر شوروی پدر خود من برای ادامه تحصیلاتش در فکر 17 سالگی رفت روسیه و مصادف شد با یعنی یکی دو سال بعد از انقلاب روسیه ایشون رفته بود اونجا و تا تاثیر قرار میگیرن در یک دوره شاید خیلی شما جوون باشید ندونید که اصولا روشنفکری مترادف بود با کمونیست بودن سوسیالیست بودن بحث چریک های فدای خرق و مبارزه مسلحانه ملهم شد از افکار سوسیالیستی مارکسیستی عمدتا بحث کوبا و آقای فیدل کاسترو و چگوارا اینا مطالبی است که در جامعه ما جا افتاده و نمیتونید شما بگید که آقا شکست بود بلش کن. نه ما باید اینا رو بحث کنیم باز کنیم و ببینیم از توش چی در میاد ما ایرانی ها یه تفکری داریم که ناشی از عدلات تفکر اسلامی است و اون این استش که یا بد است یا خوب است دیگه وسط نداره این وسط در حالی که زرتوشت زرتوشت بزرگ به ما آموزش میده که آقا هیچ چیزی کاملا بد نیست هیچ چیزی کاملا خوب نیست همیشه بین اینا یک تیفی وجود داره نقطه خاکستری وجود داره که بیشتر حقایق در اونه در اونجا قرار گرفته این تفکر رو چون ما از دست دادیم دیگه الان در مورد هر چیزی شما صحبت بکنید فوری ما قضاوت میکنیم و میگیم اینطوریست نظر دادیم و تموم شد این بعد یه ذره تهدیدش کنیم تهدید از نظر محدود کردنش اینطور سریع قضاوت نکنیم یکی رو رد کنیم یکی رو هم قبول کنیم اونی رو که رد کردیم که دشمن ماست اونی هم که قبول کردیم که قربونش برم هر کار بکنه عالیه یه ذره بعد این رو باش برخورد بکنیم بنابراین من از دوستانی که صحبت های امروز دکتر جوادی رو شنیدم تقاضا میکنم که با نظر قضاوتی نیان جلو سعی بکنم با نظر تحقیقی بیان جلو که خب آقای دکتر مثلا فرمودید که ابزار مالکیت و ابزار تولید رو ما باید کنار بگذاریم خلاصه این چی میشه به زبان ما بچه های تهران حضرت عباسیش یعنی چی؟ یعنی بالاخره یعنی کارخونه میشه مال کی؟ کی سوزه میبره؟ بذارید اینجوری وارد بشیم که نه اینکه اه بابا گفت فلان اصلا این بشر طرفدار مالکیت یعنی چی بذارید بحث کنیم دوستان این بحث که جامعه ما رو خردمندتر میکنه به جای که احساسی باش برخورد میکنیم خردمندانه با مسائل برخورد بکنیم ما یه بار سال پنجاه یک اشتباه بزرگ کردیم دیدین آقای دکتر جوادی میگن که بیمه همگانی برای همه امکان آموزش برای همه احتمالا سعیم شدن کارگران در کارخانه جاد برای همه اینا که اصل چندم انقلاب سفید بود که اینا رو که شاه اجرا کرده بود که من زمان شاه حالا دیگه راستش رو بگم دانشجو بودم و پول تو جیبی میگه پول که نمیدادم واسه دانشگاه پول تو جیبی هم میگردم میذاشتم جیبم ساعت اضافی هم, هم کار میکردم در بانک تهران بیمه که مجانی بود دیگه بیمه خدمات درمانی مجانی بود بیمه همگانی بیمه های خصوصی بود که اگه دلت بخواستی از کیفیت بالاتر اینا بوده بنابراین ببینید میخوام عرض بکنم که خیلی چیزا تو جامعه ما بوده که میتونیم باش روبرو بشیم ببینیم خوبیش چی بوده بدیش چی بوده چه بخشی از افکار آقای دکتر جوادی اصلا وجود داره پایه هاش وجود داره زمین هاش وجود داره حتی بحث بعدی من به آقای دکتر جوادی این هستش که من احساسم این هستش که شما برای اینکه به اون جامعه مورد نظرتون برسید یه میدیوم یه واسطه لازم دارید یه چیزی لازم دارید که زمینه های اون رو بسازه زمینه های فکری اون رو آماده بکنه که احتمالا اشاره من به جوامع اروپای شمالی خواهد بود بنابراین دوستان گرامی تقاضای من از شما این هستش که از حالت قضاوت در بیایید به حالت یک محقق تبدیل بشید که بتونیم این بحثا رو بیشتر باز بکنیم من تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید و آیا دو جوادی بسیار سپاسگزارم از حضورتون میکنم. از حضور پربار شما و میکنم. میخوام از شما وعده بگیرم که ما باز هم این صحبت رو در خدمت شما در خدمت ادامه مثلا. خواهیم داد بسیار سپاسگزارم من با آقای دکتر جوادی بدرود عرض میکنم و دوستان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه شما به این برنامه اخیرا میبینم که میزان توجه ها به برنامه ها بیشتر شده که من اینو ناشی از محبت شما میبینم و احتمالا اینکه شما دوستان میخواید در این بحث ها شرکت کنید کارو بکنید و خواهش میکنم این برنامه ها رو برای دیگر دوستان بفرستید اگر تصویری نمیتونید صوتیش رو بفرستید بذارید سایر افراد هم با این مباحث بیشتر آشنا باشن تشکر میکنم از دوست عزیزم جناب آقای مانی که همواره با زحمات شبان روزی پشت تلویزیون زحمات ایشون بسیار زیاده و امیدوارم ما بتوانیم از ایشون قدردانی بکنیم که این موجبات رو فراهم کرد اگر اجازه بفرمایید به اتفاق جناب آقای دکتر جوادی به همه شما عزیزان تا برنامه آینده بدرود ارز بکنم. بدرود دوستان خب خسته نباشید آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضورتون قربان صدای شما قطعه ممنون دو. خیلی ممنون خیلی بر خیلی بارش میکنم بعد برنامه میکنم برای برنامه چش چش هورمون شما هورمون شما بدرود بدرود